ایرج قادری، کارگردان و بازیگر سرشناس و قدیمی ایران، روز یک شنبه در یکی از گورستان‌های کرج به خاک سپرده شد. ایرج قادری بازی در 72 فیلم و کارگردانی 41 فیلم رو در کارنامه سینمایی خودش داشت. فیلم‌هایی که وی پس از انقلاب ساخت همگی در شماره پرفروش‌ترین فیلم‌ها بودند. گزارشی داریم از بهمن سقایی. تو هنوزم همون علی بلبلی که هر وقت من دلم میگیره واسه همون تصنیف دوستی رو میخونی؟ آره معلومه پسرم خول شدید. ایرج قادری کارگردان و بازیگر قدیمی و سرشناس سینما که به پدر فیلم پرفروش خانوادگی معروف بود، در بیمارستانی در تهران درگذشت و در گورستان بهشت سکینه کرج به خاک سپرده شد. فیلم شبکه واپسین ساختی سینمایی ایرج قادری است که هنوز اکران عمومی نشده است. ایرج قادری کار در سینما را با بازی در فیلم چشمه آب حیات سیامک یاسمی آغاز کرد و چند سال بعد در همکاری با احمد شاملو به عنوان فیلمنامه نویس و میرصمدزاده کارگردان، فیلمهایی چون تار عنکبوت، بن‌بست و داغ ننگ را ساخت. اما کارگردانی فیلم لیلاش نخستین تجربه فیلمسازی اوست که پس از موفقیت گیشه او را قادر ساخت تا 40 سال به کار فیلمسازی ادامه دهد. ساخت فیلم‌های سرگرم کننده پرفروش ایرج قادری تا سال 61 با ساخت فیلم‌های برزخی‌ها و دادا ادامه یافت. به منم مربوط نیست اینجا چه خبره. یه عده دارم میان دخل شما رو بیارم. ما این وسط چی کاره این؟ هیچ کاره. از آن سال و به دستور مدیران دولتی حوزه فرهنگ به دلیل نامعلومی خانه نشین شد. بعد از 10 سال مسئولان دولتی به ایرج قادری اجازه فعالیت مجدد دادند. ملودرام میخوان زنده بمانم بر اساس حادثه قتل مرموز پدرام تجریشی با فروش در گیشه روبرو شد. این موفقیت مؤید آن بود که تماشاگران سینما میخواستند با احیای فیلمهای خانوادگی داخلی دوران خون و عزاداریهای جنگ را فراموش کنند. با این همه مدیران دولتی حوزه فرهنگ ایرج قادری را از بازیگری در فیلم محروم کرده بودند. او در اعتراض گفته بود اگر گناه و خلافی هم دارم باید جایی به آن رسیدگی کنم، اما فعلا باید به همین که اجازه کارگردانی دارم قانع باشم. او گرچه در واپسین گفتگوی خود با خبرگزاری اشنا گفت هنوز فیلم مورد نظرم را نساخته و بازی نکردم، اما نوع سینمای سرگرم کننده آن زمان که ساخته‌های ایرج قادری نیز در زمره آن بود، بیش از آنچه او آفریده بود نمی طلبید و دست بر قضا کارهای قادری موفق ترین آن نوع سینما بود. بهمن سقایی، صدای آمریکا. بله آقای سقایی با من هستن در استودیو و با شما. آقای سقایی، من میخوام که در فرصتی که داریم الان یه مقدار ویژگی اون سینمای دهه 40 رو، زمان آغاز به کار ایرج قادری رو، با هم دیگه نگاه بکنیم. ویژگی فیلم فارسی در واقع اون زمان چه بوده؟ ببینید، در واقع دهه 40، آغاز دهه 40 به یه شکل 14 سال یا 15 سال تولد دوباره سینمای ایران بود، به خاطر اینکه از اون تولد دوباره به این لحاظ که استودیوهای فیلمسازی، شرکت‌های فیلمسازی ایرانی آغاز به کار کردن و فیلم‌های ایرانی در داخل کشور تولید می‌شد. و در این دوره کسایی که اومدن سرمایه‌گذاری می‌کردن، کسایی نبودن که از سینما به عنوان یک هنر نگاه بکنن، بلکه کسانی بودن که می‌خواستن از سینما به عنوان یک امکان بهره‌برداری و تجاری بهش نگاه می‌کردن و اون رو یک مغازه یا یک بنگاه تجاری نگاه می‌کردن. به همین خاطر با وام‌هایی که می‌گرفتن از صرافی‌های اون زمان و با نزول‌های بسیار بالا، بایستی در کوتاه‌ترین مدت زمان سود را برمیگردوندن. به همین خاطر اون چی که براشون مطرح بود و آشکارا میگفتن این بود که ما به سینمای ایران، تولیدات سینمایی، به عنوان یک کار تجاری نگاه میکنیم. به همین خاطر بود که منتقدین سینمایی هم در مطبوعات دست کشیده بودند از حمایت از تولیدات داخلی سینما ایران. در چنین فضایی که دست کشیده بودند از بررسی کیفیت و کمیت فیلم‌ها و ارزیابی فیلم‌ها، تهیه کنندگان هم خوشحال بودن به این لحاظ وقتی که دیده نمی‌شدن، می‌گفتن خب مثلا ما واردات چای داریم یا تولید چای داریم، هیچ کس نمیاد تولیدات چای ما رو ارزیابی بکنه و مرغوبیتش رو، آدم مرغوبیتش رو ارزیابی بکنه. خوشحالم بودن از این وضعیت. در چنین فضایی که هر کسی وارد میشه و می‌خواد فیلم بسازه و حتی از عنوان‌هایی که استفاده می‌کنن در فیلم‌ها می‌بینیم سازندگانش، مثلا
دکتر کوشا، مهندس فلان، مهندس بهمان، دکتر فلان، یعنی عناوینی که می‌بردن دکتر و مهندس نشون دهنده این بود که از سینما نه به عنوان یک رشته هنری بلکه به عنوان یک تجارت نگاه میکردن. حاصل این موقعیت هست که فیلم فارسی که دکتر کاووسی رو هم جمعش بسته و میگه فیلم سرگرم کننده با محتوای پایین به وجود میاد و سینمای قادری هم البته در زمره اینه و در اون فضا پدیدار میشه. بله خب خیلی هم همچین خیلی هم محبوب بوده، مخصوصا در مورد خود آقای قادری بگیم، حتی فیلمایی هم که بعد از انقلاب ساخت پرفروش بود. علتش چیه؟ بله ببینید، یه ویژگی خاصی که اگر سینمای ایرج قادری رو بپذیریم در این زمره سینمای فیلم فارسی به گنجونی فیلم خانوادگی و سرگرم کننده، ویژگی داشت به نسبت بقیه اون فیلمسازها این بود که با یک گروه درست کرده بود از میرصمدزاده که کارگردان بود و احمد شاملو فیلمنامه نویس. خب احمد شاملو شاعر معروف و می‌دونیم که برای ارتزاق زندگی بخشی از کارش فیلمنامه نویسی بود و این کیفیت کارها و تمایز کارهای ایرج قادری رو نشون بده، بخصوص بعد از اینکه دو سه تا فیلمی را که با همکاری تیم احمد شاملو و میرصمدزاده درست کردن، خودش اومد فیلم لیلاج رو کارگردانی کرد و بعد هم به اصطلاح موفق شد، خیلی سر و صدا کرد و در کاتگوری زمره فیلم‌های فارسی فیلم‌های ایرج قادری از کیفیت بسیار بالایی برخورده، به حدی که بعداً می‌بینیم مثلا وقتی فیلم بوت رو می‌سازه در سال 55 در واقع میشه بگیم میتونیم بگنجونیمش جزء بخشی از سینمای ارزشمند ملی ایران. حالا سوال اینجا هست، این کارا خوب بوده، با افراد نامی هم تقریبا، یعنی مخصوصا خب شاملو کار می‌کرده، علت این که بخوان جلوش رو بگیرن چیست؟ خب این بعد از انقلاب یه سیاستی که اصلا اومدن ابتدای انقلاب اصلا سینما رو می‌خواستن تهدید بکنن، اون چیزی که نجات دادیم موضوع را گویا به هر صورت اون به فیلم گاو رو که نشونه تیز دادن آقای خمینی دادن باعث برگشت یه بخشی از سینما ایران شد و روی کار اومدن مثلا سینماگرای ترهامی جمهوری اسلامی و اینا با این سیاست که سینماگرای قدیمی چهرهای شناخته شده مردمی هستن، اینا رو همه رو محروم کردن، از جمله خانشین که از جمله خود فردین یا ایرج قادری یا ملک موتی. در چنین فضایی که بعد از 11-12 سال محرومیت وقتی ایرج قادری بر گرده دیگه اون فیلم های تحرک را نمی سازه و با یه فیلم ملودرام به نام میخوام زنده بمانم که میسازه بسیار هم پرفروش میشه. آره و جالب هم اینجاست که آخر هم نفهمیدیم ما به درستی که واقعا چی شد اینقدر بی سر و صدا به خاک سپرده شد. اونش که معلوم نیست، ولی اون چی که ایرج قادری فیلم ساخت بعد از انقلاب با استقبال شدید تماشاگرای سینمای ایران رو بود. ممنون و سپاسگزار از تحلیل شما. مرسی و از گزارش خوبتون. با ما بمانید تا انتهای برنامه.